کار مرمت و توسعه موزه پیکاسو در پاریس بالاخره به پایان رسید و این موزه از روز 25 اکتبر درهای خود را در محله مره پاریس به روی عموم باز می‌کند. بیش از 400 نقاشی سبک کوبیسم متعلق به یکی از تاثیرگذارترین هنرمندان قرن 20 در فضای بالغ بر 3700 متر مربع از شنبه آینده در معرض دید عموم قرار می‌گیرد. آن بالداساری مدیر پیشین موزه و کارشناس آثار پیکاسو افتتاحیه را مدیریت خواهد کرد. با پیکاسو از سال 1895 تا 1972 قدم به قدم همراه خواهیم بود. دستمان این دفعه بازتر است برای اینکه محدودیت فضایی کمتری داریم. تعداد دیوارها بیشتر شده و با وضوح بیشتری میتوان آثار را تماشا کرد. فضای زیرشیروانی و زیرزمین ها هم به فضای موزه اضافه شده تا در نهایت پس از صرف یک هزینه 52 میلیون یورویی و 2 سال تأخیر پیکاسو آنگونه که باید در معرض دید علاقمندان قرار گیرد. و اما نظر لوران لوبورن مدیر جدید موزه. با این تفکر پا به موزه میگذاریم که پیکاسو را میشناسیم ولی بعد میبینیم پیکاسوی دیگری در برابر دیدگان ما ظاهر میشود. علاقمندانی که بی‌صبرانه منتظر بازگشایی این موزه بودند می توانند از شنبه آینده که مصادف است با 133 سالگرد تولد این هنرمند در پاریس رویای خود را عملی کنند.